به نام خدا، امیر حسین احمدی هستم از گروه نرم افزاری لرنفایز. در خدمت شما هستیم با قسمت 10 دوره آموزشی طراحی قالب وردپرس. خب توی بخش دوم هستیم، بخش کد نویسی. همینطور که مطلع هستید در جلسه قبل اومدیم یه توضیحاتی در مورد این زبان دادیم، حالا یه CSS رو به HTML اتصال دادیم، تا اینجا رو با هم کار کردیم. چه مشکلش بشه؟ خب میخوایم از این به بعد بخش مهم کارمون، خواهش میکنم این قسمت رو خوب توجه کنیم. و اینکه من بهتون بگم، ما بیشتر تو این دوره هستیم CSS ها زیاد کار کنیم، چون HTML قابل یادگیریه، حتی CSS هم قابل یادگیریه دیگه، هست سایت های مختلف. خب CSS نسبت به HTML هم کمتره، همین که CSS خاصیت های زیادی داره و ما با CSS میتونیم خیلی کارهای جالب و عجیبی انجام بدیم، شاید خیلی آرام شگفت‌زده کنیم. پس حتما این بخش های CSS رو دنبال کنیم. من این سری کدار دیگه واقعا نمیرسم بگم، سورس بهتون معرفی میکنم. ببینید، حالا فعلا یه وبسایت باز میکنم، این وبسایت یه وبسایت خوبی تو این زمینه است. باشید WTSchool، شما میتونید از این کنم، اشتباه بازش کردم. اسو نذاشته بودم. خب ببینین، این وبسایت WTSchool هست، حتما سعی کنین آموزشاشو حالا تا هر حدی که هست، مثلا این HTMLش دنبال کنین، توتوریال هایی که میگه مثلا میخوایم این تگ ها رو کار کنیم. بعد کویز داره، آزمون میدید بهتون نمره میده، خیلی خوبه. حتما ما میخوایم این آزمون ها رو شما انجام بدید، خیلی بهتون کمک میکنه. مثلا ما بخش HTML رو که مثلا داریم کار میکنیم، شما بیاین آزمون HTML رو بدین، درسش رو دنبال کنید. CSS همینطور، حالا jQuery هم اگه برید که خیلی خوب میشه، پایتون قوی میشه. خب بریم سراغ آموزشمون. همینطور که میدونید ما یه CSS اومدیم به صفحمون اضافه کردیم. رابطه بین HTML و CSS دیو ها هستن. دیو ها دو نوع هستن. از بدید من یه فایلی تکسی باز کنم اینجا توضیح بدم. ببینید دیو ها دو نوع هستن. شکل نوشتاری دیو اول بهتون میگم. دیو مثلا هرچی نیم، نیم منظورم یا دو تا مقدار میگیره، اون دوتا. حالا من میزنم کل، اسمشو میزنم ID. خب بعد مثلا نیم و دیو است. این شکل نوشتهش. ما بیایم کلاس آیدی رو به شما معرفی کنیم. ببینید کلاس داره، این دو تا مقدار میگیره دیو، یعنی دیومون یا باید کلاس باشه یا آیدی باشه. من میگم توضیحاتشو با کلاس شروع میکنم. دیو کلاس برای خاصیت های عمومی استفاده میشه. ببینید دیو کلاس محدودیتی نداره، شما میتونید دیف کلاس هر جا توی منو، توی هر جا که دوست دارید توی وبسایتتون استفاده کنید. توی CSS هم اگه بخواید این کلاسی که زدین مثلا بخواید فراخونیش کنید، بگید من میخوام به این مثلا کلاسم استایل بدم، بعد بالاخره بگید به CSS که من میخوام این کلاسم استایل بدم، از نقطه استفاده میکنیم. مثلا نقطه اون نیمی که داریم، این نیم ما اسم کلاسمونه، اینجوری صداش میزنیم. علاوه کد ها هم هیچ فرقی با هم ندارن، مثلا آیدی سری کدا بگیره کلاس سری نه. آیدی هم برای چیز اختصاصیه، آیدی سری محدودیت ها قائله، که به خاطر اون میگم آیدی واسه جای اختصاصی به کار میره. مثلا شما بخواید آیدی رو توی یه جایی به خصوصی استفاده کنید که تکرار نداشته باشه توی صفحه، اونجا میتونید راحت از آیدی استفاده کنید بدون هیچ مشکلی، ولی چون آیدی تکرار توی آیدی دچار مشکل میشه پس نمیشه. فراخونیش هم با شارپ هستش، شارپ نیم. حالا
خیالتون راحت، ما چون آیدی خورده ای دوستان اونایی که حالا ما تدریس کردیم گفتن آیدی خورده ای سخت هستش، مثل سخت هم نیست و نه یه ذره برای ما مشکله، ما کلا این دوره رو با کلاس ها میریم جلو. ولی خب در نظر داشته باشه که حتما از آیدی ها هم استفاده میشه، ولی ما اینجا استثنان کلاس ها استفاده میکنیم. ولی شما برید مطالعه کنید حتما فرق این دوتا رو، فرقای دقیقش رو در بیارید و ببینید که چی هستش. پس فهمیدیم که این چیزا هستش. خب من اینم سیف کنم بهتون بدم، اینم سیف کنم به اسم دیو داد، یه پوشه به اسم فایل زروز میکنم، دارم یه پوشه به اسم فایل زروز. خب این دیو رو میدازم داختش. خب این اینجا میذاریم که فایل همون رو از آخر بهتون بگیم. خب پس شما فهمیدید که اینجوری میشه. برای اینکه دیو هم بخواییم استفاده کنیم باید توی بادی، توی بادیمون کلاسی بدیم. ما میام کلاس میدیم، مثلا من میخوام این جعبه درست کنم برای نمونه تستی، بینویسم دیو کلاس مساوی، اسمش میذارم باکس، دلخواه ها هر چی که دوسته، و دیوم رو میبندم، سیف کردم، کنترل اس سیف کردم. میام توی سی اس اس میخوام فراخونیش کنم، بگم که شما باکس نقطه باکس، در صورت هم باید بین دو تا حالت کروشه باشه. اینجا در صورتمون رو می‌نویسیم. مثلا یه سری خاصیت ها من بگم. ببینید یه خاصیت داریم به اسم وایت، من باز باید داخل فایل تکست توضیح بدم براتون خیلی بهتره، یه مجبور میشم بنویسم CSS کد بنویسم. حالا من تا اونجایی که برسم اینا رو مینویسم، ولی سعی کنید حتما خودتون کدهایی که من درس میدم و یکی یکی بنویسید برای خودتون داشته باشید. خب کدی که الان میخوام بهتون بگم کد وایت هست، کد هیت هست، کد بک‌گراند هست، کد کالر هست، دیگه همینه فلان. ببینید کد وایت و هی، وایت و هی. وایت میاد عرض صفحه، ببینید عرض صفحه یعنی به سمت این ور عرض صفحه رو مشخص میکنه. هی میاد ارتفاع رو مشخص میکنه. بک‌گراند میاد پس زمینه رو مشخص میکنه. این مقدارگیریش بر اساس پیکسله. این هم همینطور. یادم این خود پیشرفته می‌نویسم شما دیگه. این دوتا مقدار میگیره. بک‌گراند هم برای پس زمینه استفاده میشه. حالا هر پس زمینه که شما بخواید بذارید، چه باکس باشه، چه کل صفحه باشه، هر چی. شما میتونید با استفاده از این هم رنگ رو به پس زمینه بدید، هم عکس به پس زمینه بدید. پس زمینه هر چیز، نه فقط کل سایت. مثلا ببینید این باکس رو که اینجا درست کردم میشه پس زمینه اینم یه عکسی قرار بدید، دقیقا مثل خودش که یه عکسی قرار داده. خب دو تا مقدار میگیره. تو ول میذارم. تو نیم میذارم مصابیش میکنم، یکی URL هستش، یکی هم کالر هستش. کالری که اینجا داریم کالر بیجی، همون بیجی کالر بذارم بهتره. بیجی کالری که داشتیم براتون توضیح دادم، این همونه، فقط توی CSS. اون بیجی کالر برای کل زمینه بود، البته خاصیت عمومی هستش، برای خیلی از جوار هم استفاده میشه، توی بادی ما استفاده کنیم. کالر هم میاد، کالر که میدونیم رنگ دیگه، کالر تکس. من یه علامتی بزنیم که اینا اصلا مشخص بشن.
کالر تکست یعنی چه؟ این میاد رنگ متن رو مشخص میکنه. یعنی مثلا شما سوال پیش میاد میگه مگه با بک‌گراند نمیشه اومد مثلا یه ویجی کالری بهش داد رنگش عوض بشه؟ میگیم نه، خاصیتی که میاد رنگ متن رو تغییر میده خاصیت کالر هستش. پس ما توسط کالر میتونیم رنگ متن رو عوض کنیم، با بک‌گراند نمیشه. فعلا همین کدا رو تا اینجا داشته باشیم، بریم با همین هایی که الان یاد گرفتیم یه سری کار انجام بدیم. خب بعد مقداردهی دستورات توی CSS هم دو نقطه انجام میشه. ببینید مثلا من می‌نویسم باید دو نقطه مثلا 20 پیکسل، بعد آخرش هم سمیکالون میذارم که این دستور تموم شد، دستور بعدیمو بنویسم. بیایم بنویسم وایت دو نقطه مثلا 200 پیکسل سمیکالن، هی دو نقطه اینم 200 پیکسل میذارم. یه بک‌گراند هم داشتیم دیگه، یه بک‌گراند. ببینید دو تا مقدار کالر یورل. ببینید واسه اینکه این پنجره که من آوردم بیاد، کلیدهای کنترل و اسپیس رو که بزنید این میاد و گان کلیم هم دو تا مقدار میگیره. URL آدرس عکسیه که هست، کالر هم رنگه. مثلا من میام یه رنگ هم دلخواهی پیش میدم، مثلا این رنگ. رنگ پذیریش هم بر اساس سه مقداره، یکی اون اسم رنگه، یکی اون رنگ های سیستمه که 28 رنگ توسط مایکروسافت ارائه شده، یکی هم کدای هگزادسیمال هستش. کدای هگزادسیمال رو توی فتوشاپ هم بهتون میده. روزه من چو باز کنم توی فتوشاپ هم کدای هگزادسیمال رو به شما میده، منم بهتون نشون میدم اون بخشی که توی رنگ ها داشتیم کدای هگزادسیمال رو به ما میداد، این بخش. یعنی کد هگزادسیمال قبلش شارپی داره که توی کد نویسی اینجا یه شارپ گذاشته، ولی اینجا خب شارپ رو در نظر گرفته ولی خب قابلیت انتخاب نداره. خب پس اینطور شد. الان کنترل اس میزنم یا میتونید سیوال هم بزنید. سیوال از منوی فایل. خب من فایلم رو با مرورگر از اینجا میتونید مرورگر باز کنید. این پنجره هم که فکر میکنم توضیح داده باشم، حالت دیزاین و حالت دیزاین و کد و این بخش کد نه توضیح دادم، ولی اگه جای بود توی ویدیو دیدید که من قبلش توضیح ندادم و یادم نبود، حتما یادآوری کنید که من توضیح بدم. خب یه باکس درست شد 200x200 که اینطوری بسیار هم عالی. فقط خواهیم فاصله که ایجاد شده، من میگم چرا این فاصله ایجاد شده، من الان کارمون رو انجام میدیم. میایم از یه تگی به اسم تگ پی که HTMLمون که پاراگراف ایجاد میکنه استفاده میکنیم، داخلش مینویسیم This is my web. ببینید الان چون داخلش نمیشیم اینجا نمایش داده شده، یه فونته به صورت پیشفرض داره، یه سایزه به صورت پیشفرض داره، یه رنگ هم به صورت پیشفرض داره. شما میتونید بیاید یه کاری کنید کل صفحتون اگه نوشته ای رنگش مشخص نبود، سایزش مشخص نشده بود، یعنی استایل بهش نداده بودین، اون خاصیت رو بگیره. من اونو اول میگم بعد حالا این اختصاصی نمیگم. بیاییم به بادی که CSS استایل بدیم. فقط یه سوالی، اگه ما بنویسیم بادی به نظر شما درسته؟ خیلی این اشتباه میکنم و با خطا هم مواجه میشم. ببینید حتما نیاز نیست قبلش فراخونی بشه، اون کلاس ها و اون آیدی ها باید فراخونی بشن، ولی اینجا تگ بادی ما این که دیو نیست پس نمیخواد اون تگ هایی که دیو نیستن اینجا استفاده بشه. خب میگیم یه دستور دیگه میخوایم به شما معرفی کنم. دستوری که الان میخوام به تو معرفی کنم دستور فونت
فونت سایز، فونت فامیلی اگه اشتباه نکنم، فامیلی من فکر کنم ساختارش اشتباه نوشتم، فونت فامیلی، بله این هست، فونت فامیلی هست، من اشتباه نوشتم. آی آخرش فونت فامیلی، دستور فونت خالی هم هست. ببینید دستور فونت سایز رو ما داریم، یه دستوریه واسه اندازه متن، یعنی اندازه متن رو ما به دستور فونت سایز میدیم و اون اندازه برای ما مشخص میشه. اندازه میخواد بر اساس پیکسل دیگه، هر اندازه‌ای که میخواد باشه پیکسل. خب میایم امتحان میکنیم، میگیم سایز این مثلا، ببخشید فونت سایز پیکسل هم یه سری خودش آورده، لارج و اینا مقادیر میده، ایکس اسمال اینا، یه سری سایز هایی اصلا بسید پیشفرز تنگی شدن که اینا رو هم هستن. مثلا من میزنم 30 پیکسل که با این اینی که اینجا داریم فرق کنه. ببینید شد 30 پیکسل، سایزش بزرگتر شد. پس یعنی پیشفرز هر متنی بنویسیم میاد سایزش رو تغییر میده. حالا من میام دو تا تگ پی می نویسم، میخوام کار دیگه ای هم انجام بدم. خب this is my سایت میذارم که تداخلی بینشون الله پیش نیاد. خب یکی فونت سایز بود، اونو اضافه کردم واسه که جدا استایل بدیم. یکی فونت فامیلی بود، درسته؟ فونت فامیلی میاد چیکار میکنه؟ فونت فامیلی میاد نوع فونت ما رو مشخص میکنه، مثلا فونت هایی که استاندارد ویندوز هستن رو در بر میگیره، همه فونت ها رو در بر میگیره. ولی خب ممکنه شما یه فونتی رو بگید، مثلا بگید آقا من فونت W1 رو میخوام به صفحه‌م اضافه کنم. شما اگه فونت W1 رو اینجوری مقدار دهی کنید به این فونت فامیلی، سایتتون که بره روی اینترنت به دلیل اینکه کاربر شما این فونت رو روی سیستمش نداره برای اون نمایش داده نمیشه و این فونت پیشفرض خونده میشه. خب اینو گفتم چون یه حالا چیز جدیدی هستش که فونت هایی که روی سیستم طرف نیست و اضافه میکنیم، که اونو جلوتر بهتون میگم. فعلا ما اینجا فونت میزنیم، فونت نیم. این فونت نیم یعنی چی؟ الان یه سری فونت های استاندارد ویندوز هستن مثل تاهوما، فونت فامیلی، مثلا من میزنم تاهوما، درست نمیشتم. خب خب این پیش از تاهوماست، پیش از سایش تاهوماست. ایریال میذارم، فونت تغییر کرد، البته این زیاد تو ساختارشون فرق نمی کنه. و اینطوری مثلا من میذارم همون تا همایی که توی فوتوشاپ هم حتی داشتیمش، تا هما توی اینجا هم ازش استفاده کرده بودیم توی وبمون، از این توی فوتوشاپ جزء فونت‌های پیش‌فرض هست دیگه. خب میاد هم تاهوما قرار میگیره. خب یه دستور دیگه داریم به اسم فونت. این دستور چی کار میکنه؟ ببینید
شما گاهی وقتا نمیخواید فونت سایز و فونت فامیلی رو استفاده کنید، حجم کد هاتون میره بالا. شاید بعضی رو بگن خود دو تیکه کد دیگه حالا اضافه کنیم چی میشه؟ میگم که همین دو تیکه که اضافه کنید حجم سایتتون میره بالا. این یه بحثیه. دوم این که کدتون خیلی کوتاه میشه با دستور فونت و این دوتا مقدار رو داخلش میگیره و خیلی سریع میتونید بنویسید. کد نویسیتون رو آسان تر میکنه. شما میتونید این فونت دوتا مقدار میگیره. من مقدارش رو داخل میتونم. اولیش فامیلی هستش، دومیش حتی فرقی هم نمی کنه. اول بهتر سایز رو بدید، بعد فامیلی. این دوتا مقدار رو میگیره. چطوری میگیره؟ بیام استفاده کنم. ببینید دستور فونت باید نوشته بشه چند مقدار باختش. ببینید فونت یا در فونت اسلاید استایل وریانت ویجت خیلی زیاده. ما همه فونت رو خالی شما معرفی کنم. فونت می نویسیم مثلا 18 پیکسل یه فاصله تا هما. این جایگزین اون دوتا دستور ما شد. من این باید کوچیک بشه عملا. 18 پیکسل تا هما. خب ما با یه دستور دیگه آشنا شده بودیم قبلا، یه دستوری به اسم کالر که رنگ متن رو مشخص میکرد. خب اینجا دستور کالر میخواییم استفاده کنیم. دستور کالر رو میزنیم از این بخش، رنگ سفید رو من انتخاب میکنم. همینجا میشه سفید رو انتخاب کرد. عوض سفید شارپ اف 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 مشکی شارپ سفر سفر سفر. دوتا مقدار دیگه اتقال حفظ باشید سفید رو. الان متهای من رنگشون عوض شد. میتونی هر مقدار اینا بگیره، حتی مقدارهای اینطوری هم قابل قبوله و هگزادسیمال هم که گفتم قبول هستش. مبنای 16 است هگزادسیمال. مثلا یه پررنگ بذاریم که با این خورده فخ اینطوری. پس ما اومدیم با این دستوراتی که اینجا هستن آشنا شدیم. یه سری دستورات حالا توی HTML هم و خاص من معرفی کنم. دستور بیا رو که گفتم، یه دستوری داریم به اسم HR. HR این هم دستور کانتینر نیست. این چیکار میکنه؟ این خیلی جالبه. میگه یه خط بعد اون نوشته ای که حالا هر المانی که هست اضافه میکنه. ببینید اگه حالا کل صفحه باشه برای کل صفحه یه خط میندازه. خیلی از وبسایت‌ها مشاهده کردید که این متن رو نوشته یه خطیش انداخته و رفته مثلا برای بعد. من اینو حالا بیرون از اینجا میذارم که شما بهتر متوجهش بشید. اینجا خود قابلیت مفهوم نداره. اینطور چیزی عملا. خب کنترل زد گرفتم که برگرد. خب اینطوری یه سری برای متن ها تگ داریم به اسم که بهشون میگن تگ های هدینگ H1 تا H6. H1 من این رو بنویسم، بعد میام بنویسم هدینگ 1. بعد حالا این متنش رو فقط کپی بگیریم استفاده کنیم. H2 سی میخوایم ببینیم اینا چی هم بررسی بکنیم. H2 H3 بذاریم هدینگ 3. H4 همه توضیحاتی در مورد اینا. البته قبل این بگم این اشعار هم خودش یه سری استایل ها میگیره. استایل هایی که میخواییم هم میتونیم بهش بدیم.
سایز و این حرفا. حالا ما بهش نمیپردازیم زیاد و ارزش نداره. توی CSS هم میشه این کار رو انجام. H5 این H4 هم هدینگار هم که میگم باز توی CSS هم میشه. ولی خب یه اهمیتی دارن که اونم الان خدمت شما عرض میکنم. H6 و میبسیم. خب صفحه من رو رفرش. البته باید بذاریمش داخل دیب نباشه. دیب رو بعد از تگ پی میبندیم. خب میدیم یه سری متن برام ایجاد شده. هدینگ 1-6 بزرگترینشون هدینگ 1 هست، کوچکترینشون هدینگ 6. خب این چه مزیتی داره برای ما؟ اولا هدینگای 1 H1 برای مرورگر خیلی مهمه، به عنوان عنوان و سرتیتر شناخته میشه و مرورگر حتما اینو خیلی مورد اهمیت خودش قرار میده. مثل موتورهای جستجوگر که اینو میخونن و اینو به عنوان سرفصل سایت شما حساب میارن، اون عناوین مطالب سایت شما حساب میارن. یه مزیت دیگه هم که داره، حالا ما اگه بیایم توی وبسایت دستی سایز تعیین کنیم، خب یه جوری جنبه چیز نداره، ولی اینا باعث میشه تو مرورگرهای مختلف ما یه سایز نسبتا متعادلی داشته باشیم. مثلا میدونیم که H1 سایزش اینه، چه مرورگرهای مختلف هم همین سایز رو داره. این به خاطر این مهمه و مورد استفاده قرار میگیره. پس شما با H1 تا H6 هم آشنا شدید و میتونید استفاده کنید. با یه تگ دیگه میخوام آشناتون کنم و کم کم دیگه بریم سراغ کد نویسی قالب خودمون. خب باید اینا رو بگذارید دیگه. خب تگ P رو گفتم در مورد متن‌ها، تگ H هدینگار هم گفتم، HN رو. تگ کلام خواهم بگم تگ لینک هست، تگ ای بهش میگن اختصارا، که اینطوریه با رنگ سبز هم نمایش داده میشه. ببینید اصلا من می‌نویسم لینک می. خب فعلا چیزی من نمایش نمیده، فقط نمیشته لینک می. رنگ لینک رو داره، همسون رنگ هم از منظر بالا گرفت. یه خاصیت درنش داره به اسم HREF. ببینید HREF میتونیم لینک بهش بدیم، مثلا HTTP دو نقطه این دیگه استاندارد هست دیگه /www. مثلا learnfiles.com. الان اگه ما اینو باز کنیم میبینیم که لینک دار شده. البته این خط زیرش هم میتونیم برداریم و یه خاصیتی که توی CSS میاد، یعنی آدرس هم پایین میاد، یه کلیک کنیم میره برای سایت. البته من اشتباه نمیشتم لرفایز. الان لود میکنیم. عجب، من لرفایز رو اشتباه می نویسم. خب برگردیم به صفحه‌مون. الان اگه کلیک کنیم دیگه سایت لرفایز رو میاره بدون هیچ مشکلی. ما یه لینک ایجاد کردیم. این لینک خاصیت های خیلی 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 زیادی داره. برگردیم به صفحه‌مون. خاصیتی مثل تارگت ها که ما مشخص کنیم که اصلا لینک توی صفحه جدید باشه. ما الان کلیک کردیم مستقیم رفت سایت دیگه. ما مثلا کلیک کنیم مثل بعضی از سایت ها اینجا یه صفحه جدید خودش باز کنه. اونا رو هم میگم خدمتتون. فعلا با این آشنا بشید. این خاصیت های زیادی داره که تگ به تگ حالا باهاشون آشنا میشیم. فقط یه آشنایی ابتدایی از این کدا داشته باشه. من کدای CSS رو می نویسم.
این کلاه رو دیگه خودتون یادداشت کنید. خب بریم سربست یه سری از سایتمون رو بریم جلو. می‌بینید که اینجا نچسبیده به این و یه مشکله. کاری که می‌کنیم یه وبسایتی هست به اسم CSS Reset. CSS Reset. من میام توی یه فایل، حالا اگه بشه توی یه فایل اینو بهتون براتون بنویسم. CSS Reset. حالا میگم چرا کاربرد داره، چه کاربردی اصلا توی طراحی ما داره، اصلا چه کاری میاد. خب ببینید، برای اینکه بخوایم این المان ها به چسب به بالا و این فاصله، هر مرورگر استانداردی داره دیگه، از این ور فاصله، از بالا فاصله، از چپ فاصله، از راست فاصله، ما اینا رو به این ببریم، میایم از کد CSS Reset استفاده میکنیم. همین کد اولش رو که get کد بزنیم یک کدی به ما میده، همین رو کپی میکنیم. قبل از همه کد هامون قرارش میدیم. خب حالا سایتمون رو باز میکنیم، ببینید که CSS ما ریست شد و اون چسبید به بالا. برای درج توضیحات توی CSS میتونید بیایید از کد /ستاره شروع کنید و ستاره /ستاره به پایان برسونید. حالا این تیکه اجرا نخواهد شد، میتونید استفاده کنید توی زبان‌های دیگه، روش‌های دیگه هم داریم. خب من میام الان یک کامنتی میذارم، نمیدونم صحبت کردیم در مورد اینکه از این کامنت ها چه فایده ای دارن، فکر کنم صحبت کردم. شما میگم الان مختصر کامنت وقتی ما میذاریم یه مشخص میکنیم چه بخشی مال کجاست، یه سری توضیحات میذاریم که اگه کسی برای اومد اینو ویرایشش کنه راحت بتونه کارشو انجام بده و دچار سردرگمی نشه. بخاطر اون یه سری توضیحات حالا بدیم که ویرایشگر بعدی ما مثلا میخوام بگم که از این به بعد وب من شروع میشه. خب فکر نکنم چیز خاص دیگه مونده باشه تا اینجا، فعلا نه. خب یه دیف کلاس درست میکنم به اسم منو، میبندمش. ببینید یه دیف کلاس دیگه داخل منو درست به اسم کانت، میخوام بنویسم کانتینر، خففش میکنم به کانت. خب پس دو تا دیو کلاس درست کردم، اومدم یه دیو داخل یه دیو دیگه قرار دادم. اول بیایم حالا اینو پاک کنیم، این رنگم اف قرار بدیم، این سفید. بیام کانت که نوشتیم رو سه خاصیت ها بهش بدیم، وایدش رو، چون تحریک ما داریم میزنیم فیکس وایدی دیگه، یعنی عرضش از دو طرف یکی، میزنیم 1000 پیکسل. یه مقدار دیگه من میخوام بذارم به اسم مارجین آوتو. مارجین ها رو الان میخوام مفصل در مورد مارجین ها صحبت کنیم. ما دو تا دستور داریم، حالا اینجا توضیح میدم مارجین ها رو کامل رو استفاده میکنیم. برای این ما یه مارجین داریم، یه پدینگ داریم. اینا چی هست؟ مارجین فاصله بیرونیه، پدینگ فاصله درونیه. این فاصله بیرونی یعنی چی؟ یعنی وقتی ما بخواییم این مثلا المان رو از اینجا جدا کنیم، بیاریم این ور ببریم اون ور،
فاصله بدیم. بعد میگم وقتی که بخوایم این فاصله که داخل این هستش، یه المانی که داخل این باکس هستش رو داخل اینجا جابجا کنیم، نه بیرونش. داخلش جابجا کنیم میشه فاصله درونی پدیم. پس فهمیدید که مارجین فاصله درونی، فاصله بیرونی و پدینگ فاصله درونی. مقدارش هم پیکسل میگیره، این جفتش هم پیکسله. تنها فرقی که این دو با هم دارن توی مقدارگیری اینه که مارجین منفی هم میتونه بگیره، یعنی میتونه منفیه تا الاخر بگیره، ولی پدینگ خیر. آخرین مقدارش صفره، دیگه از صفر کمتر مقدار قبول نمی کنه. پس مارجین این کار میکنه. مارجین چهار تا مقدار میگیره. مقدار اول من اینا رو با بل اصلا جدا میکنم. چهار تا مقدار. اولی مقدار بالا هستش، میذارم آب. دومی مقدار راست هستش، میذارم رایت. سومی مقدار، حالا البته اگه ما این دوتا مقدار اول رو وارد کنیم، اگه مقدار اول فقط وارد کنیم میاد همه اینا رو یکی قرار میده، اگه مقدار دوم هم وارد کنیم میاد اولی رو بالا پایین قرار میده، دومی رو چپ و راست قرار میده. پس اینو حتما مد نظر داشته باشید. البته این مقدار رو بهتره که حالا ننویسید، هم چپ و راست رو یکی کنید خیلی بهتره، ولی خب این مقدار لف رو میگه، این هم مقدار داون یعنی پایینی میگه، ولی پایینی هم دقیقا همین. البته اگه اون مقدار آخر درست نوشته باشم، فکر میکنم درست نوشتم، لفت اوله یا داون دقیقا یادم نیست، ولی خب اگه مشکلی بود تصحیح میکنم. خب این دو تا مقدار، خب من اینجا اومدم از آوتو استفاده کردم. آوتو کارش چیه؟ آوتو میاد فاصله رو از دو طرف یکی میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما یه المانی داریم این فاصله، یه المانی داریم اینجا مثلا، بعد اومدیم اینجا یه متنی نوشتیم مثلا، این میاد این متن رو به وسط منتقل میکنه، فاصله از دو طرف رو یکی میکنه، این فاصله از دو طرف یکی میشه. پس این مارجین آوتو میاد این کار میکنه. حالا در مورد مارجین ها باز میخواییم کلی صحبت کنیم. خب حالا این کار کانتینر یا همین کانت چی هستش؟ اصلا چرا اینجا اینو تعریف کردیم؟ اصلا کارش چیه؟ ببینید چون ترون فیکس باید قراره 1000 پیکسل باشه، این 1000 پیکسل که نیست، صفحه بیش از 1000 پیکسله. میایم کانتینر میاد کاری میکنه که 1000 پیکسل رو جدا کنیم و همه المان همون تو این 1000 پیکسل بچرخه. خب این کارو میتونیم با مارجین آوتو انجام بدیم. یه منو رو فقط حالا خودشو درست کنیم، دات منو هم می نویسیم. خب اینا دیگه که بلدی وایدشو ببینید اینجا، چون من میخوام حالا 1000 باشه، این اگه بخواد 1000 باشه منوی من، خب یه خورده ای ظاهر بد میشه. البته بذار من لنفاز بیارم، مثلا اینجوری میشه، من نمیخوام اینطوری باشه، میخوام منو ادامه دار باشه تا بی نهایت، ولی مقدارهای من، نوشته های من، این المان هایی که هستش تون 1000 پیکسل بچرخه. یه اینطور چیزی رو من میخوام پیاده سازی کنم. خب پس یعنی باید واید رو روی 100% بذارم، درصد هم قبول میکنه، پیکسل هر با پیکسل درصد هم
قبول میکنم 100%. هی رو هم حالا من یه اندازه داره اگه اشتباه نکنم. بریم توی فایلمون رو باز کنیم قسمت 8 اگه اشتباه نکنم. یه PST رو باز کنیم دیگه. قسمت 7 PST رو باز کنیم. من حالا میگم 60 باشه. 59 اینطور هست اگه اشتباه نکنم. تقریبی عرض میکنم حالا مقدار دقیقش رو میگیریم. اگه اون حدود بود میکنیم 60 که دقیق باشه. گفتیم توی کد نویسی ویرایش ها مجازه برامون انجام میدیم. 57 ما 60ش بکنم. میذارم 60 پیکسل. خب یه مقدار دیگه که لازم داریم بک‌گراند اون هست. بک‌گراند انتخاب میکنیم رنگش اینه. رنگ رو کپی میکنم. حالا میام مینویسم دستور. بهتره که شما کد نویسیتون رو با نرم افزار نوت‌پد یا نوت‌پد پلاس پلاس حالا پیشنهاد من شروع کنید. بخاطر اینکه چون ابتدای کارتون هستش این کدای آماده رو بهتون میده. منم از این نرم افزار استفاده می‌کنم. کدای آماده رو زود به من بده من بتونم دیگه وقت شما رو نگیرم. حالا اگه غلط املایی باشه و مشکلاتی چیزی. بخاطر این میگم. شما سعی کنن نوت‌پد یا نوت‌پد پلاس پلاس برای کداتون نوت‌پد پلاس پلاس بهتر استفاده کنید. بعد که حرفه‌ای تر شدید و کدها کامل آشنا شدید اون موقع بیاید توی دیمور یا برنامه‌های دیگه مثل ماتریک فرانت پیج و الی آخر کد نویسیاتون رو انجام بدید. شارپ رو میذارم خودم و کد رو کپی میکنم. خب سایتمون رو ببینیم. بله یک منو داریم که حالت هم منوی خودمون هستش به صورت کامل. فقط یه چیز بگم، من این بخش جستجو رو آخر این که ایندکس رو تموم کردیم میگم، چون این بخش کار با فرم هستش بیلد سرچ. اول بگم میخورده براتون مشکل پیش بیاد، ممکنه دچار سردرگمی بشید، آخر پروژه حتما خدمتتون عرض خواهم کرد و پیادهش میکنم. البته کاری ندارم من الان پیادهش کنم، میخوام که شما سردرگم نشید. همینطوریش هم داریم سطح بالا توضیح میدیم دیگه، اونم بگیم که دیگه خیلی. یه گزینه هم هست که بخوایم اون کد هامون رو طبق این مرتب کنیم. کامند اپلای سورس فرمتینگ کش میاد درست میکنه این حالت. اینم اپلای سورس بدیم کدش میاد کار رو برمون انجام میدیم. خب داخل کانتینر همون کانت میایم یه چیز دیگه داریم به اسم UL. ما یه چیز دیگه داریم به اسم UL. UL و OL. UL داریم و بعد داخلش مقدار LI میگیره و که اینو توی نرم افزار ورد هم داریم. من ورد رو باز میکنم بهتون میگم دقیقا کجاست. نمیسته ورد باز بشه. ما توی ورد یه بخشی داریم بین این دوتا اعدادو میندازه نقطه میندازه. این UL ماست، این order listه. order list اینم UL on order list. خب پس بکنم فهموندم چی میخوام. من UL رو میخوام وارد کنم. خب پس UL کارش این مقادیری که UL داخل خودش میگیره LI هست. LI حتما اینا رو تمرین کنید. LI من میبنم داخلش میام یه تگ A که گفته بودم تعریف میکنم با HREFه مثلا شارپ شارپ جایی نمیره همین صفحه میبندیمش و داخلش مثلا مینویسیم صفحه اصلی.
ازش چند تا کپی میگیرم، متن رو مینویسم، درست کردنش میبینم واسه جلسه بعد. چند تا منو داشتیم؟ 2 4 6 2 3 4 5 6 مثلا سفارش پروژه، سفارش پروژه، همکاری با تیم، نمیخوام زیاد خواهد چیز باشه، همکاری با تیم، تبلیغات در سایت، مثلا تبلیغات در سایت، مقدار بعدی درباره ما و تماس با ما. درباره ما و مقدار آخرم تماس با ما، تماس با ما. الان اگه بازش کنیم که این مقادیر برای ما اضافه شده که خیلی بسیار و ترکیب و زشت. البته این باید کنارش نقطه بیفته به خاطر این کدی که گذاشتیم میاد خودش مشکل ریزی، البته مشکلم نیست، این خودش میاد رفع میکنه، حالا خوبه، میاد اون نقطه رو برمیداره. من میام الان کد CSS ریست دیگه معرفی میکنم بهتون که اونا خوبه. جلسه بعد میایم اینا رو به صورت همین منومون در میاریم، هاورش رو میذاریم، اون دراب شده و اینر شده رو بهش میدیم و غیره. خب برای این جلسه کافیه. اون صفحات هم ذخیره میکنم بهتون میدم. خب اینم ما میبندیم، بازی کپی هم از این براتون میگیرم و داخل فایلز برای شما همراه با ویدیو قرار میدم. امیدوارم که موفق و مؤید باشید، منتظر نظرات شما هستیم. حتما خوب تمرین بکنید، بخش بخش مهمیه، بخش دوم ما هست، بخش سوم وردپرسه. اگه مشکلی داشتید ما در خدمت هستیم، مشکلتون رو رفع میکنیم. امیدوارم که تحت هر شرایطی که هستید همیشه موفق و مؤید باشید. تا قسمت بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم.